سلام دوستان عزیز، با عرض خسته نباشید خدمت تمام شما دانش آموزان و کنکوریان عزیز. خوش آمدید به بخش دیگری از برنامه خودتان، برنامه آموزشی سبق. خب دوستان عزیز، ما در جلسه درسی قبلی بحث تعریف واحدات اندازه‌گیری، یعنی واحدات اصلی و واحدات فرعی را داشتیم و قرار است در این جلسه ما بحث سیستم‌های اندازه‌گیری، اجزا و اضعاف و موضوع واحدات محلی را بخوانیم. ببینید دوستان، ما در جلسه درسی قبلی هم گرچند موضوع اهمیت سیستم‌های اندازه‌گیری را یادآوری کردیم، اما باز هم مثالی که در جلسه قبلی گفتیم را می‌خواهیم تکرار کنیم. دوستان عزیز، در کتاب صنف هفتم یک مثال آمده: یک تاجر مال را سری 300 افغانی از کابل میخره، با در نظر داشت مصارفش سری 400 یا 450 افغانی در مزار شریف میفروشه، ولی بعد از یک مدت متوجه میشه که نقص کرده. دلیلش چی است؟ دلیلش چی است که ما میگیم در کابل سر 7 کیلوگرم و در مزار شریف سر 14 کیلوگرم است. یعنی در داخل خود افغانستان واحدات محلی از یک ولایت نسبت به ولایت دیگه متفاوت است. یا مثلا در ولایت هرات واحدی به نام من را استفاده میکنن، در حالی که ما در کابل و سایر ولایات از او استفاده نمیکنیم. پس در سال 1971 تمام دانشمندا در فرانسه جمع شدند و طبق یک جلسه‌ای که اونا داشتن تصمیم گرفتن واحدات محلی کم کم کنار گذاشته شود و به عوض از او واحدات اندازه‌گیری بین‌المللی استفاده شود و اینا آمدن سیستم اندازه‌گیری رو به وجود آوردن. دقت کنید، در جهان به صورت عموم سیستم‌های اندازه‌گیری دو تا هستن. دو سیستم اندازه‌گیری وجود دارن. اولین سیستم اندازه‌گیری سیستم اندازه‌گیری انگلیسی است. سیستم اندازه‌گیری انگلیسی که این را معمولاً به نام سیستم مهندسی بریتانیایی میگن و سیستم انگلیسی را به نام FPS یاد میکنن. FPS. خب و دومین سیستمی که در اندازه‌گیری کمیت ها وجود داره سیستم بین المللی است. سیستم بین المللی که ایره ما به صورت مخفف میتونیم سیستم SI بگوییم یا میتونیم سیستم متریک بگوییم. ببینید مشخصات سیستم FPS و استفاده از این سیستم در کجا است. استفاده از سیستم انگلیسی یا FPS معمولا در کشورهای انگلیسی زبان است. کشورهای انگلیسی زبان، کشورهای اروپایی یا کشورهایی که قبلا تحت استعمار انگلیس بودند. و سیستم بین المللی یا سیستم متریک یا سیستم SI را میگیم یک سیستم جهان شموله، یعنی در تمام کشورهای جهان شما میتونید از این سیستم استفاده کنید. سیستم FPS را چرا FPS میگن؟ چون در این سیستم طول به اساس واحد فوت اندازه گیری میشه، وزن به اساس واحد پاوند اندازه گیری میشه و زمان به اساس واحد ثانیه اندازه گیری میشه. پس F مخفف فوت، P مخفف پاوند و S مخفف ثانیه است. اما چیزی که در سیستم های اندازه گیری برای ما مهم است اندازه گیری کتله است. در سیستم انگلیسی یا FPS کتله با کدام واحد اندازه گیری میشه؟ با واحد سلگ. در بعضی از کتاب ها گفته شده که واحد اندازه‌گیری کتله در سیستم انگلیسی پاوند است. ما او را میتونیم در نظر داشته باشیم. چرا؟ چون پاوند هم واحد کتله است و همزمان با او پاوند واحد وزن هم بوده میتونه. اما یادتان باشه در سیستم انگلیسی وزن با واحد پاوند اندازه‌گیری میشه، نه کتله. خب در سیستم بین المللی SI یا متریک که قبلا گفتیم یک سیستم جهان شمول است، سه سیستم فرعی یا سب سیستم وجود دارن. سیستم فرعی اولی سیستم MKS است. سیستم دومی سیستم CGS است و سیستم سومی سیستم MTS است. دقت کنید، در سیستم MKS طول به واحد متر اندازه گیری میشه، کتله به واحد کیلوگرم اندازه گیری میشه، کیلوگرم، و زمان با واحد ثانیه اندازه گیری میشه، زمان با واحد ثانیه. یعنی به این اساس گفته میتونیم در سیستم MKS متر مخفف M مخفف متر، کم مخفف کیلوگرم و S مخفف ثانیه است.
در قسمت سیستم CGS طول به سانتی متر اندازه گیری میشه. سانتی متر، کتله به واحد گرام اندازه گیری میشه، گرام، و زمان به واحد ثانیه اندازه گیری میشه. زمان به واحد ثانیه. پس گفتم میتونیم در CGS C مخفف سانتی متر، G مخفف گرام و S مخفف زمان یا ثانیه است. و در سیستم MTS طول به واحد متر اندازه گیری میشه، کتله به واحد تن اندازه گیری میشه و زمان به واحد ثانیه اندازه گیری میشه. یعنی در سیستم MTS متر، M مخفف متر، T مخفف تن و S مخفف ثانیه است. اما چیزی که باید به یاد داشته باشید این است که سیستم MTS فعلا قابل استفاده نیست. یعنی گفته میتونیم که سیستم MTS مدش رفته یا از بین رفته و به عوض از او سیستم MKS را استفاده میکنن. یعنی به عوض تن مانده میتونیم 1000 کیلوگرم. یعنی جایگزین سیستم MTS سیستم MKS است. خب دوستا دقت کنید، در بحث سیستم های اندازه گیری دو سیستم اساسی در جهان وجود داره، سیستم انگلیسی یا FPS و سیستم بین المللی SI یا متریک. سیستم انگلیسی در کشورهای انگلیسی زبان استفاده میشه و سیستم بین المللی یا متریک جهان شمول است و دارای 3 سیستم فرعی است. FPS را چرا FPS میگن؟ چون طول به فوت، وزن به پاوند، زمان به ثانیه اندازه میشه. MKS را چرا MKS میگن؟ چون طول به متر، کتله کیلوگرم و زمان به ثانیه اندازه میشه. CGS را چرا CGS میگن؟ چون طول به سانتی متر، کتله به گرم، زمان به ثانیه اندازه میشه. و MTS را چرا MTS نام میمانن؟ طول به متر، کتله به تن و زمان به ثانیه اندازه گیری میشه. وجه مشترک بین تمام از این سیستم ها واحد زمان است که در سیستم FPS، MKS، CGS و MTS در تمام از این سیستم ها واحد اندازه گیری زمان ثانیه انتخاب شده. خب دوستان عزیز، در بعضی از موارد ما نیاز به تبدیل واحد داریم و ما هدف ما از خواندن سیستم های اندازه گیری هم فهمیدن تبدیل واحدات است. اما در کدام موارد نیاز به تبدیل واحد است؟ بعد از یک وقفه کوتاه با ما همراه باشید. خوش آمدید دوستان و کنکوریان عزیز. دقت داشته باشید، در بحث سیستم های اندازه گیری ما این دو سیستم اندازه گیری رو داشتیم. حالا شما در قسمت ازی که در کدام موارد تبدیل واحد نیاز است دقت کنید. فرض کنید یک واحد در فیزیک برای ما داده میشه، واحد قوه سلک ضرب در فوت بر سیکن مربع. اگر گفته شوه این سیستم، این واحد در کدام سیستم معرفی شده، ما میگیم سلک فوت بر سیکن مربع در سیستم FPS معرفی شده. چرا؟ چون سلک و فوت شامل FPS هستن. اگر فرضاً پرسان شوه واحد مومنتم کیلوگرم ضرب متر بر سیکن، این در کدام سیستم معرفی شده، ما به صورت ساده جواب میتیم، میگیم این در سیستم MKS هست، چون متر و کیلوگرم شامل سیستم MKS هستن. اما در بعضی موارد با این قسم یک واحد روبرو میشیم، تن ضرب در فوت بر حور مربع. اگر پرسان شوه این واحد در کدام سیستم است، میگیم تن در سیستم MTS است، فوت در سیستم FPS است و ساعت در هیچ کدام از سیستم ها شامل نیست. به خاطر امو ما برای واحد ساختن اینی قسم واحدات به تبدیل واحد نیاز داریم، به تبدیل واحد نیاز داریم. یعنی ما باید بتانیم این واحد را به یک سیستم تبدیل کنیم، یا MTS یا FPS یا MKS یا CGS. خب از این به بعد ما موضوعات را که میخوانیم کاملا آمادگی گرفتن به خاطر بحث تبدیل واحدات است. در تبدیل واحدات ما باید واحدات را از یک سیستم به سیستم دیگر یا به یک سیستم واحد تمام واحدات را تبدیل بسازیم. اما قبل از او چند مورد نیاز است که در قسمت اجزا و اضعاف یا واحدات محلی بفهمیم. دقت کنید دوستان، در سیستم بین المللی دو نوع پیشوند وجود دارند. یکی پیشوندهای اضعاف و دیگه پیشوندهای اجزا.
وظیفه اضعافی است که واحدات را به حصه های بزرگ تبدیل کنند، ولی وظیفه اجزایی است که واحدات ما را به حصه های کوچکتری تقسیم کنند. در بحث اجزا و اضعاف برای هر کدامش یک پیشوند داریم. برای هر پیشوند یک سمبول تعیین میشه و هر پیشوند نشان دهنده یک ضریب است. در قسمت اجزا به همین شکل ما برای هر کدام از اجزا یک پیشوند داریم، هر پیشوند دارای یک سمبول و هر سمبول و پیشوند نشان دهنده یک ضریب عددی است. ببینید در بحث از آف اولین پیشوندی که استفاده میشه دکا است. سمبول دکا دی ای و ضریب دکا ده بنمای یک. فرضاً اگر گفته شود طول یک کوچه 5 دکامتر است، به معنی ازی است که طول کوچه 50 متر است. یا اگر کتله یک مارکر 30 گرام باشه، ما به عوض 30 گرام گفته میتونیم کتله ازی 3 دکاگرام است. دکا به معنی ده. دومین پیشوند هکتو است. هکتو را با سمبول اچ نشان میدیم و ضریب هکتو 100 یا ده بنمای 2 است. به عوضی که گفته شود فلان گروه به اندازه 400 وات توان منتشر میکنه، گفته میتونیم به اندازه 4 هکتو وات توان. یا به عوض ازی که بگوییم کتله یک موبایل به صورت متوسط 500 گرام است، گفته میتونیم کتله موبایل به اندازه 5 هکتو گرام است. هکتو به معنی 100. سومین واحد کیلو است. سومین پیشوند کیلو سمبول که و ضریب ده بنمای 3 را دارند. وقتی گفته میشه فاصله بین کابل و هرات 950 کیلومتر است، به معنی ازی است که فاصله بین از دو شهر 950 هزار متر است. یا به عوض ازی که ما کتله خود را 72 هزار گرام بگویم، میگویم کتله ما به اندازه 72 کیلوگرم است. کیلو به معنی هزار. سومین پیشوند مگا است. مگا سمبول ام را داره و ضریبش ده بنمای 6 است. به عوضی که بگوییم نفوس افغانستان 35 میلیون نفر است، میگیم نفوس افغانستان 35 مگا نفر است. مگا به معنی میلیون. بعد از میلیون یا مگا گیگا آمده. گیگا با سمبول جی و ضریب ده بنمای 9. بعد از گیگا ترا را داریم. ترا با سمبول تی کلان و ضریب ده بنمای 12. ما از این به بعد میتونیم تا ده بنمای 100 یا گوگل را هم پیش بریم، اما چیزی که در تبدیل واحدات برای ما نیاز است از این بیشتر نیست. خب در بین واحدات اجزا یا پیشوندهای اجزا، اولین اجزایی را که داریم دی سی است که با سمبول دی کوچک و ضریب ده بنمای منفی 1 تعیین میشه. اگر یک واحد را به 10 حصه مساوی تقسیم کنیم میتونیم از پیشوند دی سی استفاده کنیم. به صورت نمونه 1/10 حصه 1 متر را میگن 1 دسی متر، 1/10 حصه 1 گرام را میگن 1 دسی گرام. دوم سانتی. این پیشوند معروف است، ما در زندگی روزمره زیاد از این استفاده میکنیم. سانتی با سمبول سی و ضریب ده بنمای منفی 2 تعیین میشه. اگر یک واحد را تقسیم 100 حصه مساوی بسازیم از پیشوند سانتی استفاده میکنیم. مثلا متر تقسیم 100 سانتی متر، گرام تقسیم 100 سانتی گرام. بعد از سانتی میلی است که با سمبول ام و ضریب ده بنمای منفی 3 تعیین میشه. وقتی میلی را پیش روی یک واحد استفاده میکنیم، یعنی اون واحد را تقسیم 1000 حصه ساختیم. بعد از میلی مایکرو هست. مایکرو از جمله حروف الفبای انگلیسی نیست، حروف الفبای یونانی است به نام میو و ضریب ازی ده بنمای منفی 6 است. بعد از مایکرو نانو را داریم. نانو سمبول ان و ضریب ده بنمای منفی 9. و بعد از نانو پیکو را داریم. پیکو سمبول پی و ضریب ده بنمای منفی 12. اینی شد از بحث اجزا و اضعاف یا پیشوندهای سیستم بین المللی. در اضعاف واحدات را ما توسط از این پیشوندها بزرگ می سازیم و در اجزا توسط از این پیشوندها واحدات را به حصه های کوچکتر تبدیل می کنیم. در بین اجزا این اجزایی که برای شما نشانی میشه از جمله مهمترین اجزا هستن.
و در بین اضعاف هم اضعافی که برتان نشانی میشه از جمله مهمترین اضعاف هستن، یعنی در اضعاف سه تا و در اجزا هم این سه تا را حتمی یاد بگیرید. خب بحث واحدات محلی را بعد از یک وقفه کوتاه با ما باش. خوش آمدید دوستان عزیز. ما در بحث قبلی بحث اجزا و اضعاف را خواندیم. اضعاف گفتیم واحدات را بزرگ می‌سازن و این سه تا از پیشوندهای اضعاف را باید یاد بگیرید. و اجزا که واحدات را کوچک می‌سازن و این سه پیشوند را در پیشوندهای اجزا باید یاد بگیرید. خب این بود در موضوع اجزا و اضعاف. حالا می‌ریم در بحث واحدات محلی. واحدات محلی واحدهای کلاسیک یا سابقه ی هر منطقه جغرافیایی هستند و واحدات محلی را دلیل این که چرا از بین رفتن را برای شما گفتیم. ببینید اما بعضی از واحدات محلی تا فعلا هم در اکثر کشورها مورد استفاده قرار میگیره. واحد محلی و قیمتش در سیستم بین المللی یا SI. اولین واحد محلی که در سیستم SI معرفی کرده میتونیم واحد اندازه‌گیری زاویه هست که رادیان نام داره، سمبولش RA. یک رادیان برابر به چند درجه است؟ یک رادیان برابر میشه به 57.325 درجه. خب ما رادیان را چه قسمی میتونیم دریافت کنیم؟ اگر ما شعاع دایره را به صورت قوسی روی محیط دایره تعیین کنیم، زاویه مرکزی را که قوس تعیین میکنه به نام یک رادیان یاد میشه که یک رادیان 57.325 درجه است. در بحث رادیان ما سوالی که چند سال پیش در فارم کانکور داشتیم می بود که 10 رادیان چند درجه میشه. فقط ما کافی بود که اینی قیمت را از جنس درجه ضرب 10 بسازیم که یک خانه اشاری به سمت راست میره 573.25 درجه. دومین واحد اندازه‌گیری برای اندازه‌گیری های طول است که در سیستم انگلیسی استفاده میشه، اینچ، و با IN نشان داده میشه. یک اینچ برابر است به 2.54 سانتی متر. اینچ در قرن 12 میلادی در اساس اندازه‌گیری ابعاد بدن پادشاه فرانسه لویی 14 به وجود آمده. آمدن 60 پای پادشاه فرانسه را اندازه‌گیری کردن به اندازه 2.54 سانتی متر و نامگذاری کردن به نام اینچ و اید تمام کشور اروپایی از او بعد رواج شد. واحد اندازه‌گیری فوت که به FT است، واحد اندازه‌گیری طول. ببینید فوت چی است؟ باز لویی 14 را کف پایش اندازه‌گیری کردن به اندازه 30.48 سانتی طول داشت. 30.48 سانتی و این طول کف پای پادشاه فرانسه را فوت نام ماندن. بعد از فوت واحدی که استفاده میشه یارد است. یارد و یک یارد برابر است به 3 فوت، تقریبا معادل به 91.5 سانتی. یک یارد از کجا به وجود آمده؟ باز هم لویی 14 دست خود را باز میکنه، از نوک انگشت تا نوک بینی به اندازه 3 چند 1 فوت است و این واحد را یارد نام میمانند. فتوم که نام کاملش نوشته میشه و سمبول نداره، بازم واحد اندازه‌گیری طول است و 6 فوت میشه. اگر دست باز شود، هر دو دست، از نوک انگشت دست راست تا نوک انگشت دست چپ به اندازه 6 برابر 1 فوت فاصله داره که این رو گفتم میتونیم فتوم. خب بعدی واحد اندازه‌گیری طول مایل است. مایل و یک مایل در حقیقت 1609 متر است، یعنی از 1.5 کیلومتر به اندازه 109 متر بیشتر. خب باز هم برای اندازه‌گیری واحدات محلی واحدی داریم برای اندازه‌گیری حجم به نام لیتر. این برای اندازه‌گیری حجم مایعات و گازات استفاده میشه و یک لیتر برابر است به 10^-3 متر مکعب یا 10^-3 سانتی متر مکعب. ببینید دوستان هر سانتی متر مکعب را 1 cc میگن. وقتی میگیم 1 لیتر 1000 سانتی متر مکعب است،
به معنی ازی است که یک لیتر 1000 سی سی حجم دارد. و وقتی گفته میشه یک لیتر 10^-3 متر مکعب است، معنی ای است که هر متر مکعب 1000 لیتره، هر متر مکعب 1000 لیتره و هر لیتر 1000 سانتی متر مکعب یا 1000 سی سی است. واحد لیتر یا واحد حجم بیشتر در کیمیا استفاده میشه، در فیزیک استفاده لیتر بسیار اندک است. بعد از لیتر واحدی که برای اندازه‌گیری کتله ها استفاده میشه پاوند است. پاوند با ال بی نشان میدیم و پیشویش یک ایندکس ام را میمانیم. پاوند کتله، یک پاوند برابر است به 453.6 گرام. برای اندازه‌گیری کتله ها واحد دیگه‌ای که تعیین شده سلگ است. سلگ که بیشتر در کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی استفاده میشن برابر است به 14.59 کیلوگرام. واحد بعدی باز هم بر اندازه‌گیری کتله است که تن نام دارد. تن در اصل در سیستم SI یا بین المللی برابر به 906.7 کیلوگرام است، ولی تن را که ما استفاده میکنیم و در واحدات محلی ما وجود داره 1000 کیلوگرام است. 1000 کیلوگرام. واحد بعدی واحد اندازه‌گیری مساحت است که هکتار نام داره و یک هکتار برابر است به 10000 متر مربع. اگر ما هکتار را تقسیم 5 کنیم واحدی به وجود میاد به نام جریب، 2000 متر مربع. اگر جریب را تقسیم 20 کنیم واحدی به وجود میاد به نام بسوه، 100 متر مربع. و اگر بسوه را تقسیم 20 کنیم واحدی به وجود میاد به نام بسواسه که مساحت 5 متر مربع را نشان میدهد. خب این بود از واحدات محلی و قیمتشان از سیستم SI. واحد رادیان برای اندازه‌گیری زاویه 57.325 اینچ، برای طول 2.54 فوت، برای فاصله 30.48 یارد، برای فاصله 3 فوت فتوم، برای فاصله 6 فوت و مایلم برای فاصله‌های بزرگتر 1609 متر. لیتر برای اندازه‌گیری حجم 10^-3 متر مکعب یا 10^-3 سانتی متر مکعب. پاوند برای اندازه‌گیری کتله 453.6 گرام. سلگ 14.59. تن 1000 کیلوگرام و هکتار 10000 متر مربع. این بود جدول کاملی از واحدات محلی. اما کدام واحد محلی بیشتر در فیزیک برای ما کاربرد داره؟ واحدات محلی پر کاربرد واحد رادیان که سوال فرم کانکور داشته، واحد فوت که سوالات از یم در فرم کانکور است، واحد لیتر که زیاد در کیمیا و کمتر در فیزیک استفاده میشه، واحد سلگ، واحد اندازه‌گیری کتله در سیستم FPS. و تن را ما و شما چون در زندگی روزمره زیاد همراهش سر و کار داریم اکثرا شاید بلد باشیم. خب دوستان عزیز، بحث واحدات محلی در اینجا ختم میشه. موضوع اشتباه در اندازه‌گیری و موضوع تبدیل واحدات را در جلسه بعدی انشاءالله خواهد خواندیم. در این جلسه ما سیستم های اندازه‌گیری را مطالعه کردیم، سیستم انگلیسی و سیستم بین المللی. بعد از او هم اجزا و اضعاف و واحدات محلی را گفتیم. خب تا درس بعدی که دوباره در خدمت شما دانش آموزان عزیز قرار میگیریم، شما را به خدای بزرگ میسپاریم. خداوند یار و نگهدار.